تبادل نظریات را اینا تسهیل میکنن در افغانستان پس از جنگ و یه ابتکار است در افغانستان. و بعد از او موضوعی که مطرح شده در واقع زنان و عدالت و یک موضوع بسیار مهم هست، یک جنبه از او را همکار ما اشاره کردن به اون که مصائبی است که زنان در خلال جنگ متحمل میشن. موضوعی که ما به اون میخواییم بپردازم خود موضوع عدالت در قانون هست، یعنی جنبه قانونی عدالت در افغانستان امروز به چه شکل است. امروز در دوره گذار بسیار از قوانین تصویب میشه، بسیار از قوانین تصویب میشه، ولی متاسفانه ما نمیتونیم این را 100% بگیم که تمامی قوانین ما از نظر جنسیتی متوازن هست و تبعیض آمیز نیست. نمونه از زیر میتونیم همین قانون احوال شخصی اهل تشیع را اشاره بکنیم، قانونی که در واقع به لحاظ محتوا و به لحاظ نگارش تفاوت چندانی با دیدگاه گذشته و رژیم های گذشته که در اینجا بود و قبل از نظام فعلی حاکمیت داشت در افغانستان نداشت. تصویری که این قانون در واقع برای زنان از زنان ارائه میکرد عبارت بود از یک شخصی که استقلال نداشت و از نظر حقوقی و قانونی یک انسان صغیر به شمار میرفت که دائما به تحت نظر یک شوهر، پدر یا برادر و کاکا باشد و همچنین اجازه نداشت که بنابراین بدون اجازه شوهر خود منزل را ترک کنه یا بدون اجازه پدر ازدواج بکنه. به لحاظ اقتصادی هم به این شکل است و همون مسئله میراث در قانون باستاب پیدا کرده. از نظر حقوقی هم ارزشش نیست به ارزش یک مرد است که مسئله شهادت و دیار مطرح میکنه. و از نظر مدنی هم ازدواج مستقل نمیتونست و تابع تصویب پدر یا پدرکلان بوده است. و همچنین از نظر مسائل جنسی باید کاملا در اختیار شوهر می بود و هر آنی که شوهر اراده میکرد باید لبیک میگفت به خواسته شوهر خود و نمیتونه که عقد ازدواج را منحل بکنه و مرد میتونه ازدواج های متعدد و جانگسخته را برای تحمیل کنه. تنها شرطی که در نظر گرفته شده توانایی مالی مرد است، یعنی هر مرد متمولی را این قانون اجازه میده که ازدواج های متعدد بکنه. در مورد ولایت زن بر اطفال هم همین موضوع صادق است. مادر که یک طفل را پرورش داده و دنیا آورده و او را تربیت کرده حق ولایت بر از او را نداره و پدرکلان این طفل بر از او مقدم شمرده میشه. از لحاظ میراث، از لحاظ مسائل مالی هم به همین شکل این ساختار وجود داره. من اجازه میخوام یک مقدار شاید یک 3 دقیقه بیشتر از همکارا صحبت کنیم تا این مسئله یک مقدار واضح شود، چون قانون مدنی ما که در واقع خانواده را برای فعلا برای دیگر مردمان افغانستان بجز اهل تشیع در واقع ساختارش تعریف میکنه هم وضعیت بهتر از این نداره، بلکه در بسا موارد بدتر از این قانون هم هست. این که چرا یک چنین تصویری از زن در قانون مدنی و قانون احوال شخصی وجود داره این سوال است که شاید دور بتوان در مبانی این قوانین جستجو کرد. اما رقم که شما خبر دارین و تمامی کسانی که حقوق خواندن یا اساتید حقوق هستن شرع و فقه را یکی از منابع قانونگذاری مخصوصا در مسائل قانون مدنی میدانن. اگر شما کتاب‌های فقهی را مطالعه بکنید یک چنین مواردی را میتونین در اونا پیدا بکنید، یعنی تمام مسائلی که در قوانین آمده شاید در اون کتاب های فقهی مورد بحث قرار گرفته باشه. حتی دایره از این را در بعضی از فقها گسترش میتن و حقوق زن را بسیار محدودتر و زیختر میکنن که ما شاهد او هستیم در گذشته در زمان طالبان و در کشورهای مثل عربستان که حتی رانندگی زنان حرام پنداشته میشه و یا تحصیل دختران در گذشته و اشتغال اونا حرام پنداشته میشد. یک چنین برداشت هایی در کتب فقهی وجود دارد. قطعا زنی که در یک چنین محیط زندگی میکنه وقتی که وارد اجتماع میشه ما نباید توقع بکنیم که حقوق بیشتر از این داشته باشه. روی کرده که امروز با حق سیاسی زن مثلا در کابینه صورت میگیره یا در جای دیگر مبتنی و برخواسته از همین ساختاری است که در خانواده ترسیم میشه. چرا که برادر که وقتی در خانواده و پدر که احساس میکنه در خانواده یک حقوق بسیار بالایی داره
و خود بالاتر و مقتدرتر احساس میکنه، قطعا در محیط اجتماع هم در پی اعمال همو اقتدارات هست. گرچه این یک دیدگاه سنتی تر فقهی هست نسبت به مسئله زن، و در حال حاضر فقهای دیگری هم هستند که نظریات مخالف دارند، که میتوان از جمله به محمد عبدو در میان اهل سنت اشاره کرد و از شیعیان هم ثانی و محمد مهدی شمس الدین را نام برد. ولی این عده بسیار قلیل هستند و به دلیل از اینکه نظریات اینها مورد اقبال دیگر علما قرار نمیگیرد متاسفانه فراموش میشن. چرا فقه یک چنین مبانی را مطرح ساخته؟ بسیاری از مسائل فقهی که اشاره میکنن فقها میگن این برخواسته از سنت نبی اکرم هست، در واقع او سنت را نبی اکرم خود از او ایجاد نکرده، به این معنا که پیامبر بیای بگه که شما هرگاه مردی مرتکب جرم زنا شد دیر سنگسار بکنید، بلکه این رسم و رواج در او زمان بوده. شما اگر تورات را بخونید و انجیل را بخونید قبل از قرآن کریم این احکام در او آمده. پیامبر با توجه به شرایط او زمان آمد گفت که این را ما قبول میکنیم. مهر مثلا وقت پدر میگرفت مهر در زمان پیامبر، پیامبر فقط آمد گفت مهر به خود زن شما باید بده. در دیه و خونبه ها اگر شما از هر عالمی که سوال کنید قیمت انسان را با شطور و یا موادی که در او زمان بوده میسنجن. این نشان میده که این احکام چقدر باستاب سنت ها و عنانات اجتماعی او زمان بوده است. و همین رقم در مورد ولایت شما میتونید مسائل جسیو کنید، در تعدد زوجات هم همچنین. همچنین سنت هایی بوده که نبی اکرم آمده در اونا رو محدود ساخته یا منسوخ ساخته، مثلا در قسمت زهار و لعان و ایلام، که اینا مسائلی است که در محیط خانواده مورد بحث قرار میگیره. اینجا پیامبر اکرم آمده بعضی از این سنت هایی که در اون زمان بوده اینا رو گفته که ما اجرا میکنیم و اجرا کردن اینا مباح است، و احکام دیگر را که پیامبر آمده و گفته که ما از زبان خداوند آوردیم و که اونا را احکام الهی میگن یا احکام تأسیسی مانند وجوب نماز و روزه، که اینا در قرآن کریم بحث شده، بحث اونا جدا هست. بحثی که ما داریم فقط در احکام و موضوعاتی است که اونا احکام امضایی بوده، یعنی پیامبر امضا کرده و گفته که او رسم و رواج هایی که در جامعه او زمان بوده اگر اجرا شود درست است.